بامداد تهران و کابل است و نیم در دوشنبه با درود از لندن از چشمانداز بامدادی داریوش راجبیان هم به همراه فرج بالافکن که تای کانادی برنامه است شدیدترین انقباز اقتصادی آمریکا در بیش از یک دهی اخیر بر اثر همگیری کووید 19 این سرآغاز راه امروز ماست از وضعیت کلی کرونا در جهان و ایران هم خواهیم گفت و از یک دارویی که مشاور بهداشتی ارشد آمریکا میگوید در درمان بیماران کرونا کارساز بوده از ایران خبر میسد که بارندگی های یا اخیر میزان آب دریاچه ها و طلاب ها را بالا برده خبر خوشه ولی بهتر شدن شرایط کشاورزان تاثیر اکوسیستم تالاب بر زندگی بومیان بستگی داره به اینکه ما چه مدیریتی رو اعمال بکنیم بر وضعیت موجود موضوع بسیاری دیگر هم داریم از چشمانداز بام بامدادی پیش از همه تازه تنین خبرهای جهان از بی بی سی فارسی دولت آمریکا اعلام کرده که اقتصاد آن کشور به خاطر همهگیری ویروس کرونا در ظرف سه ماهی اول سال میلادی جاری دچار یک انقباز حداقل چهار و هشت دهم ده درصدی شده این میزان کاهش سریع تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا از زمان بحران مالی سال 2008 میلادی تا به کنون بی سابقه بوده است کامبیز فتاهی در این باره از واشنگتن گزارش میدهد اقتصاد آمریکا حداقل 6 سال بود که دچار هیچ گونه انقباضی نشده بود. تعطیلات گسترده به خاطر شیوع کرونا اما حالا بنابر آمار دولت فدرال 4.8 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی کم کرده. رقمی که برخی انتظار دارند در ظرف ماهای آینده به 30 درصد هم برسد به خاطر اپیدمی که 26 میلیون بیکار، 1 میلیون بیمار و حداقل 58 هزار قربانی بر جای گذاشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده است که نمیخواهد او در انتخابات آبان ماه در آمریکا پیروز شود به اعتقاد آقای ترامپ نحوه برخورد چین با همهگیری ویروس کرونا چنین موزی را ثابت ساب، می کند. همزمان در آمریکا تحقیقات اولیه نشان داده که یک داروی ضد ویروس می تواند در کوتاه کردن طول درمان بیماری کووید 19 به مدت چهار روز موفق عمل کند حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مردم همچنان در خانه بمانند و تنها برای یک کار ضروری خارج شوند این در حالی است که بعد از بازگشایی کسب و کارها بسیاری از شهروندان ایران مجبورند با استفاده از وسایل نقلیه عمومی در محل کار خود حاضر شوند در ایران بیش از هزار مبتلای دیگر شناسایی شدند و 80 تن هم جانشان را از دست دادند در افغانستان هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 1939 تن افزایش یافته. در می حال نگرانی از تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا و هایی وضع شده برای کنترل آن بیشتر شده. خبرها را از رادیو بی بی سی از چشمانداز بامدادی رادیو بی بی سی میشنوید. آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد تا با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر 2020 تهران بتواند سلاحهای متعارف بخرد مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا گفته که یکی از ایرادهای برجام همین بوده که به ایران اجازه میداده بعد از گذشت یک دوره سلاح بخرد اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد کاستی های توافق هسته ای ایران بیشمارند حالا یکی از آنها جلوی چشم ماست فقط چند ماه مانده که چین روسیه یا کشورهای دیگری در دنیا مقدار قابل ملاحظهای سلاح در اکتبر امسال به ایرانی ها بفروشند To the Iranians in October of this year. و آقای پومپیو همچنین گفته که آمریکا اخیرا نشانی از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ندیده آقای کیم آخرین بار حدود 20 روز پیش در انظار عمومی ظاهر شد که به این گمان دامن زدی که به شدت ناخوش است خبرهای جهان در تارنمای بی بی سی خب خیلی خوشندم که دوباره به هم رسیدیم در چشم بامدادی بام دادی بی, بی سی درود بر یکایی که شما در سراسر جهان داریش رجبیانم با نخستین بخش خبری و تحلیلی BBC فارسی در روز پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399 سیوم یا در واقع واپسین روز ماه آوریل 2020 میلادی ماهی که سراپا آغشته در خبرهای کرونایی بود همگیری کووید 19 اختلال های فراوانی پدید آورده که اختلال اقتصادی از موارد اصلیش است در نتیجه بزرگترین اقتصاد جهان که ایالات متحده آمریکاست دچار شدیدترین انقباز خود در بیش از یک دهی اخیر شده و تازه انتظار میرد که بدتر هم شود اقتصاد آمریکا در سه ماه نخست سال میلادی جاری نزدیک به پنج درصد کوچکتر شده است جرمی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته که به نظر میرسد اقتصاد این کشور در سه ماهی بعدی دچار کاهش بی ای شود اما افزوده که همه چاره های ممکن برای جلوگیری از وقوع چنین آفتی در واقع انجام خواهد شد آقای پاول همچنین گفته که سنگینی بحران کرونا بر اقتصاد آمریکا ممکن است تا دست کم یک سال احساس شود این در سرخط خبرهای مربوط به کرونا است که مفصل تر است و به اجزای دیگر آن هم خواهیم پرداخت پس از شنیدن گزارش هادی نیلی از واشنگتن در یک ماهانیم اخیر که برای مهار شیوع کرونا اغلب مردم در آمریکا با محدودیت های روبرو بودند و از خیلیشان خواسته شده بود به جز موارد ضروری از خانه خارج نشوند حدود 27 میلیون نفر اعلام کردند که یا شغلشان را از دست دادند یا درآمدشان کمتر شده به این ترتیب غیرمنتظره نبود که اقتصاد آمریکا شاهد انقباز باشد دولت آمریکا اعلام کرده که اقتصاد کشور در سه اول سال میلادی دوچار یک انقباز حداقل چهار و هشته همه درصدی شده کاهش بیسابقه در دوازده سال اخیر اقتصاد آمریکا شش سال بود که اصلا هیچ انقبازی ندیده بود ناظران یادآوری میکنند هنوز ابعاد کامل این انقباز اقتصادی پیدا نشده و تا ماه ژوئن دو ماه دیگر اوج انقباز اقتصادی آمریکا معلوم می شود که به 20 درصد یا بیشتر هم میرسد مقام های دولت میگویند با مهار بحران کرونا در نیمه دوم سال میلادی یعنی در تابستان و پاییز اقتصاد فوری بهبود پیدا میکند خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که چهار ماهه آخر سال میلادی یعنی پاییز اقتصاد کشور احیا می شود این در اوضاعی که صندوق بین المللی پول پیش کرده رشد جهانی اقتصاد در پی شیوع کرونا حدود 3 درصد کاهش پیدا کند با این حال روز چهارشنبه شاخص اصلی بازار بورس نیویورک روند سعودی داشتند شاخص های نزدک و اسند پی وال استریت هر یک به طور متوسط بیش از 3.5 و, و بیش از 2.5 درصد افزایش یافتند. همچنین در بازار نفت، بهای به نفت آمریکا شاخص وست تگزاس اینترمدیت با بیش از 22 درصد افزایش به بیش از 15 دلار برای هر بشکه رسید. نفت آمریکا هفته پیش به خاطر کاهش شدید تقاضا و فقدان انبارهای ذخیره در تحولی بی سابقه به منفی 37 دلار رسیده بود. روز چهارشنبه نفت برنت هم با بیش از 10 درصد افزایش به بیش از 22 دلار برای هر بشکه رسید. رونقی که خیلی از ناظران به حساب افزایش خوشبینی ها به احتمال کاهش پیش از موعد محدودیت ها در آمریکا گذاشتند. در پی خبرهای امیدوارکننده درباره دارویی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا علاوه بر افزایش حقوق بیکاری و همینطور وام های متنوع به کسب و کارهای خرد ارسال کمک های نقدی به مالیات دهندگان آمریکایی هم ادامه دارد 1200 دلار برای هر فردی که زیر 75000 دلار در سال درآمد دارد و به نسبت کمتر برای افرادی که بیشتر درآمد دارند به علاوه 500 دلار برای هر فرد زیر 18 سال جزوی از بسته کمک های مالی 3 تریلیون دلاری دولت آمریکا که احتمالا در روزهای آینده بیشتر هم بشود سازمان جهانی کار هشدار داده که نیمی از نیروی کار در جهان یعنی بیش از 1.5 میلیارد کارگر بر اثر بحران کرونا شاهد کاهش درآمدشان بودند و به طور متوسط دست کم 60 درصد از حقوقشان کم شده. با این حال، چشم انداز کاهش محدودیت ها در آمریکا امیدواری‌ها درباره بهبود وضع را تقویت کرده است. آسیبی که بحران کوید 2019 بر اندام اقتصاد آمریکا در سال 2020 وارد کرده، هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. برای بررسی بیشترین موضوع جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تاوزن اوکس ایالت کالیفرنیا امریکا حالا با ما هستند شبش ما در آمریکا به خیر چه آقای دمویی البته به دور از انتظار هم نبود که همگیری کرونا چرخهای اقتصاد تقریبا همه کشورهای جهان رو کند بکنه اگر نه متوقف نمونهش همین بزرگترین اقتصاد جهان آمریکاست که شما هم اونجا هستین پیش بینی ها در واقع خیلی کدر هست حالا میگن که احتمال داره که وضعیت بدتر هم بشه اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که به همون سرعت سقوط اقتصاد آمریکا جهت احیا جهشی خواهد داشت آیا واقعا همینطور خواهد شد با درود به شما عجب بیان و همکارانتون و شنوندگان و بینندگان این برنامه ببینید آقای ترامپ در مورد مسائلی که صحبت میکنن اغلب اوقات دلیل و برهان و شواهد لازم رو که میشه مورد قبول دی زیادی باشه نمیدن این هم یکی از همون موارده همونطوری که در خبر بهش اشاره فرمودید همکارتون بهش اشاره کرد ببین به این صورته ما الان اونچه که اغلب تقریبا تمامی موسسات و سازمانهای که در, در دستکار در واقع پیشبینی و از اقتصاد امریکا هستند کاهش تولید ناخالص داخل امریکا رو تا آخر امسال یه حدود بین پنجانیم تا شیش درصد در واقع تخمین میزنن بعضی از مؤسسات در, 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 در واقع سه ماهی دوم سال این رو تا حدود حتی سی درصد سی و دو درصد تخمین میزنند شما اگه به وضعیت بیکاری نگاه کنید من امروز اتفاقا اینو چک کردم حدود سی میلیون نفر برای بیکاری در واقع اینها تقاضا فرستادن یا به اصطلاح اینجا فایل کردن بررسی هایی که از زمینه های بیکاری تا آخر امریکا آخر سال هست یه چیزی بین 10 تا 13 درصد اینها بر چه اساسی بر چه موازینی که نگاه میکنن که با چه سرعت میتونه در واقع این مسئله برگرد حالا اگه اجازه بدید من توضیح بدم چرا با سرعت برمیگرده و البته به این صورت <applause> البت، با البت اون خواهیم پرداخت این یعنی تلاش میکنیم که این کار بکنیم ولی اگه آقای دموی اجازه بدین یه ذره فراتر از آمریکا هم نگاه بکنیم در واقع یک مسئله مدرنی هست که وقتی آمریکا عطسه میکنه بقیه دنیا سرما میخوره این عطسه بلند اقتصادی آمریکا رو همگان داریم میبینیم و میشنویم متاسفانه پس چه انتظاری از وضعیت اقتصاد در باقی جهان میره کشورهای آسی پذیر که ایران و باقی کشورهای منطقه اون جزء اون هستن چه بر سرشون میاد بسیار نکته خوبی رو به شاری کردید ببینید همونطوری که در گزارشتون گفتید حدود سه درصد قراره که در واقع اقتصاد جهان به طور کلی افت کنه این سه درصد مال تمامی اقتصاد جهانه در مورد کشورهای پیشرفتی چیزی حدود شیش ممیز یک دامه درصده در مورد اروپا چیزی حدود هفت ممیز پنج دامه درصده در مورد بسیاری از کشورهای در واقع پیشرفتی اروپایی چیزی بین 7 درصد 8 درصد تا در, در مورد بعضی را ایتالیا بیشتر از 9 درصد در مورد کشورهای جهان تقریبا کمتر کشوری است که بهش دست گذاشت و گفتش که در واقع رشد منفی اقتصادی نخواهد داشت ولی در اینجا کشوری دو کشور هست که هنوز نشون میده با وجودی که انتظار بود در واقع رشد تولید اقتصادشون بسیار بالا باشه حدود یک ممیز دو یا حدود یک ممیز دو اینا فقط چین و هندوستانه به اون شرایط خاص این کشور هاست. هر دو اینها دازار بازار داخلی بسیار بزرگ ببینید تقریبا تمام در مورد ایران همونطوری که باز اشاره شد در برنامه های دیگه بیشتر از 6 درصد برای کمتر کشوری میمونه که از این قضیه بخواد جان سالم به در بره این صحبت که شما میکنین ناقای در من رو خود به خود به یاد اون بیت بسیار معروف سدی شیرازی میندازه که چو عضوی به در داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار این بحران در واقع آمریکایی نیست بلکه کاملا جهانی فراگیر آیا قابل تصور هست که یک تشریک مساعی جهانی صورت بگیره تا بحران اقتصادی ناشی از همگیری کووید 19 نه تنها در آمریکا بلکه در جهان تعدیل پیدا بکنه ببینید به دو طریق میشه بهش نگاه کرد اونچه که امروز از سیاست مدارا صحبت میشه از چه فرق میکنه چه از طریق چین نگاه کنید چه از طریق امریکا نگاه کنید جاهای دیگه متاسفانه اینو شما نمیبینید چرا نمیبینید برای اینکه خیلی از مسائلی مثل کرونا مانند رو هم دیده نشد اونچه که جهان آینده ما نشان میده من فکر میکنم اصلا باید شاخص های اقتصادی جهان آینده و کشورها با شخص شاخص هایی که امروز بهش نگاه میکنیم فرق کنه. می. هیچ راهی غیر از همکاری های مشترک هیچ راهی قبل از نگاه مشترک به مسائل مشترک جهانی نیست این اگر یک فایده بسیار عمده کرونا داشته باشه این مسئله به هیچ وجه از نظر اصولی و منطقی در سالهای آینده جهان به سویی نخواهد رفت که با هم ب... اگه با هم بجنگد معلومه که مسئله رو که سالهاست به اشاره میکنن وقتی دشمن مشترک هستن با هم متحد میشن ندیدن دشمن مشترک در واقع عدم توازن با محیط طبیعی زندگی در جهانه سپاس فراوان آقای دمویی جمشید دموی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا آمریکا که از حضورشون در برنامه چشم انداز بامدادی سپاس گذارم یاد داریم کنم که ما همواره از آغاز تا پایان برنامه چشم انداز بامدادی چشم به راه و گوش به زنگ دیدگاه های شما هستیم از جمله درباره همین اثرات ویرانگر اقتصاد کووید 19 نه تنها بر آمریکا که بر جهان از جمله ایران همینطور افغانستان و تاجیکستان و ایران که در واقع پیش از همگیری کرونا هم می که معضلات بسیار شدید و عظیم اقتصادی داشت و داره چطور میشه با چنین وضعیتی مقابله کرد نظر شما آیا کوچکترین احتمال وجود داره که کشورهای جهان اختلافات سیاسیشون رو کنار بذارن در چنین وضعیت بحرانی استثنایی که تمام جهان رو فرا گرفته و به فکر سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد جهان باشند به یوسف و سرور و خالد و همینطور زرفشان و افشین و بلوچ و مارلوک و همیرا و دوستان دیگر ازشون سپاس گذارم که در فیسبوک بی سی فارسی برنامه زندگی ما رو دنبال میکنن پای پخش زندگی برنامه هم میتونن نظر بدن دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی و هفتاد چهار و بیست و دو بیست و دو انتظار پیام ها و دیدگاه های شما هستم و ما برنامه چشم اندازی بامدادی رو با خبر دیگر دنبال بکنیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چین را متهم کرده که نمیخواهد او در انتخابات آبان ماه در آمریکا پیروز شود به باور آقای ترامپ نحوه برخورد چین با همگیری ویروس کرونا چنین موضوعی را ثابت می کند او گفت در حال بررسی گزینه های مختلف برای پاسخگو کردن چین در برابر عمل کردش است همزمان در آمریکا تحقیقات اولیه نشان داده که یک داروی ضد ویروس می تواند در کوتاه کردن طول درمان بیماری کووید 19 به مدت چهار روز موفق عمل کند. خشار جنیدی در این باره گزارشی دارد از واشنگتن. خبر خوب به نقل از کسی که محقق ارشد آمریکا در مبارزه با ویروس کرونا است. Clear... داده ها نشون میده که داروی رمدسویر تاثیر مشخص و قابل توجهی در کاستن از دوری درمان مبتلا به کووید 19 داره. دکتر آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه های حساسیت و بیماری های عفونی آمریکا در جلسه ای در کاخ سفید از موفقیت یک داروی آزمایشی در کوتاه کردن طول دوره بیماری در مبتلایان به کووید 19 خبر داد. رمدسویر یک داروی ضد ویروس آزمایشی است که به گفته آقای فاوچی در تحقیقات بالینی نشان داده میتواند دوره بیماری را از پانزده روز به یازده روز کاهش دهد This is really quite for a of and all. به چندین علت این یافته بسیار مهمه در اون گروه از بیمارانی که طی این آزمایش براشون رمده تجویز شده بود دوره درمان 11 روز طول کشید در گروه دیگه این دوره 15 روز طول کشید هرچند 31 درصد بهبودی به معنی بهبودی کامل نیست اهمیتش از این جهده که نشون میده این دارو میتونه از فعالیت ویروس جلوگیری کنه همچنین رقم مرگومیر در بیمارانی که در این تحقیق یک رمدسویر دریافت کردند کمتر بود 8 درصد در برابر 11 درصد در گروهی که دریافت کننده داروی غیرواقعی واقعی پلاسیبو بود این اختلاف هنوز از نظر آماری به حد معناداری نرسیده و ما به بررسی بیشتر این آمار نیاز داریم این خبر در حالی منتشر شد که رقم رسمی قربانیان کووید 19 در آمریکا از رقم 60 هزار نفر فراتر رفته تعداد بیماران شناسایی شده در آمریکا نیز یک میلیون و, سی و هشت هزار نفر اعلام شده از سوی دیگر در اروپا از اوکراین تا آلمان تظاهر کنندگان خواهان تسریع در بازگشایی کسب و کارها شده اند. در آلمان که از هفته گذشته کسب و کارهای کوچک به تدریج اجازه بازگشایی پیدا کرده اند، کارکنان بخش گردشگری در تظاهراتی خواهان برقراری سفرهای خارجی شده اند. به رغم نزدیک بودن دوره سفرهای تابستانی دولت آلمان اعلام کرده امکان سفرهای تفریحی تا چهارده همه جوان بیست و پنجم خورداد وجود نخواهد داشت. در فرانسه نیز اعلام شده که شهروندان تنها اجازه دارند حد اکثر یک کیلومتر برای انجام فعالیت شغلی یا رسیدگی به مسائل خانوادگی سفر کنند خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش میداد همونطور که در گزارش شنیدی مشاور بهداشتی ارشد کاخ سفید آمریکا از نتایج کارآزمایی بالینی یک داروی ضد ویروسی تمجید کرده که به گفتی او زمان درمان از بیماری کووید 19 را کوتاهتر کرده منظور دکتر آنتون فاوچی از این دارو رمد سویر است که آقای فاوچی گفته همه داده ها نشان میداد که رمد سویر تاثیر مستقیم و روشنی بر کووید 19 دارد سازمان جهانی بهداشت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده و ما،, ما, میتونیم در این باره صحبت داشته باشیم با دکتر محمد جواد امان پژوهشگر بیماری های و متخصص میکروب شناسی که از واشنگتن آمریکا با ما هستند درود بر شما دکتر امان اتفاقا قبل از اینکه با شما صحبت بکنم یکی از بیننده ها هم این رو گفته که این دارو فقط دوران نقاهت بیماری رو از 14 روز به 11 روز کاهش میده حالا شما که خود متخصص میخواستم ببینم که رمد سویر واقعا چه دارویی هست که در باش حالا اینقدر صحبت میشه در اون سطوح خیلی بالا و آیا واقعا میتونه در جلوگیری از عوارز کووید 19 محصر باشه؟ با سلام به شما از کنم که بعد این خبری که اومد بیرون به نظر من یکی از بهترین خبرهایی بود که از اول این پندمیک که حالا اومده اینکه شما میگید که از 14 روز از پونزده روز میانگین البته من نمیگم یکی از مخاطبان برنامه گفته ببخشید بخشید فرمودی دارن. از 15 روز در واقع به 11 روز کاهش بده کرده که اتفاق نظر آماری هم معنیدار هست اما باید به این نکته توجه کنیم که این دارو رو توی در این مطالعه بالینی که انجام دادن فقط به کسایی دادن که احتیاج به بستری شدن داشتن یعنی در نتیجه اینها به طور طبیعی اون حدود در 15 درصد بیماران کرونا هستند که بیماریشون شدیدتره و احتمالا احتیاج به اکسیژن دارن یا اگر احتیاج به اکسیژن داشتن به حال احساس تنگی نفس یا مشکلات دیگه ای دارن یا بیماری زمینه که مجبورن تو بیمارستان بمونن اینها افرادی هستند که ریسکشون بالاتر بیماری ممکنه تو مرحله پیشرفته باشه اینکه در این افراد یک همچین تاثیر دیده شده بوده سی و دو سه درصد اه، طول اه، زمان اه، 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 آمدن به بیمارستان تا بهبود کاهش پیدا کرده این خیلی پا، پا، نتیجه مهمی علت که مهمه اینه که اولا نشون میده که یک دارویی رو این, این, این ویروس قابل درمان هست یعنی دارویی ما داریم الان که ولی همین هفته گذشته بود آقای دکتر امان که سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتی رو در واری رمد سویر همین دارو منتشر کرد که مربوط به آزمایش اون در چین بود و ظاهرا گفته شد که این آزمایش در چین چندان موفقیت آمیز نبوده بله. درسته اون یه مطالعه دیگه در چین بوده که اون عمدتا دارو رو به افرادی داده بودن که تو مراحل خیلی پیشرفته بیماری بودند زیر ونتیلیتور یا دستگاه تنفس مصنوعی دستگاه تنفس مصنوعی واسه بوده و اتفاقا تو همون مطالعه یه د افرادی هم که توی مراحل اولیه تر بیماری بودن رو هم بهشون این دارو رو دادن و اتفاقا در اونها یه مقدار تاثیر مثبت دیده شده ولی خب تعداد اونها زیاد نبوده که بشه ازش نتیجه گیری کرد این در واقع دو مجموع این دوتا مطالبه ما نشون میده که رمدسیویر کار میکنه روی کرونا اما باید هرچه زودتر به بیماران رسود یعنی که الان اگر این دارو رو بنزه کافی بتون تولید کنه و FDA بیادش به اصطلاح اون تایید امرجنسی اینا انجام بده بعد این دارو رو باید همون موقعی که یک بیمار تستش مثبت میشه بهش بده من امید خیلی زیادی دارم که اگر که اون موقع بیماران داده بشه در بالایی از این بیمارا با سرعت بیشتری خوب میشن احتمال تعداد خیلی کمتریشون احتیاج به دستگاه تنفسی پیدا میکنن و در مجموع میزان مرگ و میر میادش پایین اهمیت دیگرش این هستش که این دارو دارویه که به صورت قرص میدن یعنی تزریق نمیشه در نتیجه افراد میتونن تو خونهشون از این دارو استفاده کنن وقتی که تجویز شد بهشون اهمیت دیگهش این هستش که اگر حتی اگر خودش به تنهایی کار نمیکنه بین افرادی که تو مراحل پیشرفته هستن زیر دستگاه تنفس و اینا با ترکیبش با داروهای دیگه که ضد التهاب هست ممکنه بشه اونها را هم نجات داد ولی بل... همین حالا که مشاور بهداشتی کاخ سفید داره از رمدی سفیر که این تعریف و توصیف میکنه و همینطور شما جناب آقای دکتر که در واقع در یک مقام شاخصی هستید از لحاظ کارشناسی شکی نیست که از همین امروز خیلی ها شاید از می حالا برن سراغ رمدسویر و دنبال اون بگردن آیا در ایران پیدا کردن این دارو کار آسونیه کوتاه لطفا؟ من دقیقا نمیدونم میدونم که در ایران یک مطالعه ای فکر میکنم که شروع شد در موردش، من به حال این شنیدم از یه منبعی که فکر میکنم و وسط باشه ولی با اطمینان صد درصد ندارم به حال اینها باید یک دسترسی به دارو داشته باشن که بتونن مطالعه کلینیکی در موردش بکنن احتمالاً در دسترس قرار دادن ایران از طریق سازمان بهداشت عمومی انجام خواهد شد و امیدوارم که هر چیز انجام بشه قدم اول این که اینو به تولید انبوه بکنن و چون احتمالا نیاز بهش خیلی زیاد است سپاس فراوان جمعه آقای دکتر محمد جواد امان که پژوهشگر بیماری های عفونی و متخصص میکروب شناسی اصلاً از واشنگتن با ما صحبت میکردن حالا باز هم از کرونا بگو و از ایران در واقع که رئیس جمهور ایران میگوید مردم همچنان در خانه بمانند و تنها برای یک کار ضروری خارج شوند این در حالی است که دولت قرنطینه را برداشته و بعد از بازگشایی کسب و کارها بسیاری از شهروندان مجبورند با استفاده از وسایل نقلیه عمومی در محل کار خود حاضر شوند این حالت نگرانی از شیوع گسترده ویروس کرونا را بیشتر کرده باران عباسی می دهد تهران صبح زود ترافیک سنگین اتوبوس ها و قطار ها شلوغ مدتی است که بیشتر کسب با و کارها بازگشایی شدند و کارمندان چاره جز حضور در محل کار ندارند حسن روحانی رئیس جمهوری اما میگوید مردم خودشان فاصله اجتماعی را رعایت را کنند برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید در کوتاهترین زمان ممکن در خارج منزل بمانید و بعد برگردید به منزل سخنانی مقایر با سیاست دولت در خودداری از اعمال قرنطینه در شرایطی که آمار کرونا همچنان رو به افزایش است بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت که چهارشنبه اعلام شد ظرف 24 ساعت 1073 مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شده و 80 نفر هم جان باختند به این ترتیب شماره کل مبتلایان به حدود 94 هزار نفر رسیده و حدود 6 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی است که شماری از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس اعضای شورای شهر تهران و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس میگویند آمار واقعی بسیار بیشتر از ارقام وزارت بهداشت است علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم گفته دست کم 60 شهرستان از جمله همه مراکز استانها در وضعیت قرمز قرار دارند یعنی از فاصله گذاری اجتماعی رئیس جمهوری اما میگوید دولتش در کنترل کرونا موفق بوده و حتی کشورهای دیگر به دنبال الگو برداری از ایرانند همه تشکر میکردن از اینکه ایران یک کار بسیار منسجم قوی برای مقابله با این ویروس انجام داده حالا من نمیخوام اسم ببرم بعضی از رهبران کشورها بودند که از من سوال میکردن که شما چجوری از فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند آمدید. حسن روحانی همچنین از فراوانی امکانات مقابله با کرونا در کشور گفت. مردم آرامش دارند که اگر نیاز داشته باشند به مواد ضروری غذاییشون در فروشگاهاشون موجوده. اگر نیاز داشته باشند به وسایل بهداشتی در فروشگاهاشون موجوده. اگر مردم نیاز داشته باشند به تخت بیمارستانی خداینا کرده موجوده. یکی از این امکانات ماسک صورت است به شهروندان تهران هشدار داده شده اگر ماسک نداشته باشند نمی توانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند بعضی از مخاطبان بی بی سی اما از سختی تهیه ماسک صورت گفتند یا مثلا توانایی تهیه ماسک ندارن اکثر اون هم که با اتوبوس و مترو رفت و آمد میکنن خب آدم های یا کارمند کارگری هستن از نظر مالی در حد که بخوام ماسک دونه 40000 حالا سی و پنج بیست و پنج هم میفروشن تهیه بکنه یا دستکش اصلا نیست من یه دونه از راهنده های اسنب هستم والا ماسکی که بخوای درست حسابی از کرونا پیشگیری کنه نیست دولت هم صبح تا غروب میاد میگه همه جا ماسک است و برین داروخونه والا ما هر جا داروخونه میریم هر مغازه میریم ماسک نداره از این پارچه های دستازن و یا بیکفیتن و یا اصلا نمیشه استفاده کرد حضور پرشمار مردم در مکانهای عمومی تنها محدود به تهران نیست. در چهره شیراز هم اثری از روش های معمول دنیا در مقابله با کرونا دیده نمی شود. تصاویری که نگرانی ها از بازگشت شدیدتر این ویروس را بیشتر می کند. کرونا در ایران باران عباسی گزارش میداد و اما فراتر از کرونا آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر 2020 این کشور بتواند سلاح های متعارف بخرد وزیر خارجه آمریکا گفته که یکی از ایرادهای برجام یا توافق هسته ایران با قدرت های جهان امین بوده که به ایران اجازه میداده که بعد از گذشت از یک دوره سلاح بخرد خبرگزاری رویترز هم گزارش کرده که آمریکا از حالا پیشنویس قدنامی در ادامه تحریم ها را به اعضای شورای امنیت داده است. سام فرزان گزارشی دارد در این باره از واشنگتن. بنا به برجام از شش ماه دیگر تحریم های تسلیحاتی ایران لغو می شود. اتفاقی که وزیر خارجه آمریکا میگوید با آن مخالف است. اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد. کاستی های توافق هسته ای ایران بیشمارند. حالا یکی از آنها جلوی چشم ماست. فقط چند ماه مانده که چین، روسیه یا کشورهای دیگری در دنیا مقدار قابل ملاحظه‌ای سلاح در اکتبر امسال به ایرانی‌ها بفروشند. مایک پومپو دلیل مخالفتش با لغو این تحریم ها رو اینطور شرح داد آیا کسی موافق است کشوری که از طریق حزب الله لبنان و گروه های شیعه عراقی ترور را گسترش می دهد و موشک به هوا شلیک می کند بتواند در چند ماه آینده سلاح بخرد به نظرم دنیا متوجه است که این کار اشتباه است خبرگزاری رویترز گزارش کرده که آمریکا پیشنویس ادامه تحریم را به سه همپیمان اروپایی خود بریتانیا آلمان و فرانسه داده اما هنوز پیشنهادهایش را با دیگر اعضای شورای امنیت در میان نگذاشته است اگر آمریکا نتواند برنامه‌اش را در شورای امنیت سازمان ملل اجرا کند آقای پومپو گفته که از راه‌های دیگر جلوی دسترسی ایران به سلاح را خواهد گرفت. پیشتر گروهی از دیپلمات‌های اروپایی گفته بودند که آمریکا چون از برجام خارج شده نمی‌تواند خواهان بازگشت تحریم‌ها شود، اما آقای پومپو این استدلال را رد کرد. آقای پومپو همچنین گفت که ایران برای حمایت از رژیم حاکم بر ونزوئلا محموله هایی را از طریق خط هوایی ماهانیر به این کشور فرستاده است. ایران با همین خط هوایی تروریستی است که جنگجویان و سلاح را در کشورهای خاورمیانه جابجا می کند. این پروازها باید متوقف شود و کشورها باید عبور این هواپیماها از آسمانشان را ممنوع کنند. همانطور که بسیاری جلوی نشستن هواپیماهای تحریم شده ماهان را گرفتند. آقای پومپو گفت که آمریکا آماده است به محض عوض شدن رژیم در ونزوئلا سفارتخانه هایش را در این کشور بازگشایی کند. سام فرزانه از واشنگتن گزارش میداد با چشمانداز بامدادی هستید در بامداد پنجشنبه 11 اردیبهشت 30 آوریل با این سرخط خبرهای جهان که حالا دوباره به آنها نگاه میکنم و تازه ترین ها رو برای شما می خونم از چشمانداز بامدادی ایالات متحده آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است در پی همگیری بیماری کووید 19 دچار شدیدترین انقباز خود در بیش از یک دهه اخیر شده است و گفته شده انتظار میرود این وضعیت بدتر هم شود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که نمیخواهد او در انتخابات آبان ماه در آمریکا پیروز شود. به باور آقای ترامپ نحوه برخورد چین با همهگیری ویروس کرونا چنین موضوعی را ثابت می کند. مشاوره بهداشتی ارشد کاخ سفید آمریکا از نتایج کارآزمایی بالینی یک داروی ضد ویروسی تمجید کرده که به گفته او زمان درمان از بیماری کوید 19 را تر کرده است منظور دکتر آنتونی فاوچی از این دارو رمد سویر است و بر اساس تازه ترین آمار رسمی دیروز در یک روز واحد بیش از هزار مبتلای دیگر در ایران شناسایی شدند و هشتاد تن هم جانشان را از دست دادند خب طبق معمول این روزها به کابل هم سری خواهیم زد که تازه مربوط به کرونا در افغانستان رو بشنویم از ایران خبر میزد که سطح آب دریاچه ارومیه و طالاب های دیگر بالا رفته میریم که این موضوع رو هم ببینیم که آیا واقعا خبر خوش هست یا نه و بعد از پیمودن راهی دراز میرسیم به داستان یکی از پیشگامان شبکه های اجتماعی. Social networking استدلال من این بود که نتورکینگ که در واقع یافتن شبکه های ارتباطی پیش از اینترنت هم وجود داشته و قدمتی به اندازه تاریخ تمدن بشر داره وقتی کسی دنبال پزشک بوده و دوستی پزشک رو بهش معرفی میکرده در واقع داشته نتورکینگ کرده امیدوارم تا 17 دقیقه دیگه به شاهد عینی این هفته برسیم همراه با شما که امیدوارم ما را همراهی بکنید چشم انداز بامدادی است از رادیو بی, بی در لندن وزارت بهداشت افغانستان میگوید این کشور به سوی نقطه اوج بیماری کوید 19 پیش میرود و اگر مردم توصیه های این وزارت خانه را در نظر نگیرند وضعیت در هفته های آینده بدتر از این هم خواهد شد در تازه ترین مورد وزارت بهداشت افغانستان 110 مورد مثبت کرونا را در این کشور ثبت کرده که بیش از نیم آن در کابل اعلام شده اداره زندان های افغانستان هم به بی بی سی گفته که حدود 80 تن که شامل زندانی ها و زندانبان های این کشور میشوند. کرونا همکارم ارشاد هنریار همین حالا در صبح بسیار زود کابل با ماست درود بر ارشاد با وجود اینکه چند هفته است که شهر کابل قرنطینی شده چرا بیشترین آماری که رسما دریافت میشه از افغانستان مربوط به کابل هست درود داریوش کابل پایتخت افغانستان پر جمعیت ترین شهر کشور است هزاران نفر حتی به شکل روزانه به این شهر رفت آمد دارند به خاطر انجام کارهای اداریشان دریافت خدمات درمانی و انجام کارهایی که مربوط به کابل میشه و یک تعداد به خاطر کاریابی به پایتخت مراجعه میکنن رفت آمد دارن و این رفت آمد در هفته های اخیر هرچند محدود شده به خاطر که کابل قرنطینه شده و به ترس از کرونا اما تا همین سه هفته پیش هم این رفت آمد ها جریان داشت و هنوزم ما میتونیم بگوییم که تاکوتوک افراد هستند که بیرون از کابل به کابل مراجعه میکنند به خاطر انجام کارهایشان و یک دلیل قرار دوم که بی رد نیست در کابل امکان انجام آزمایش بیشتر است یعنی در مناطق دوردست افغانستان مناطقی که امکان آزمایش نیست گزارش های هست که افراد زیاد در روزهای هفته های اخیر به خاطر بیماری های تنفسی جان دادن اما در دا کابل چون آزمایش میشه و مشخص میشه که تست کروناست. مرتبط با کرونا دانسته میشه و آمار کابل بلندتر می دیروز در هرات هم گزارش شد که دستگاه های تست کرونا در این ولایت به خاطر رفت آمد برق کاملا از بین رفته و سوخته بنابراین انجام تست ها در کابل بیشتر میشه شود نتیجه از کابل بیشتر من. سپاسگزارم ارشاد با همکارم ارشاد هنریار در کابل افغانستان صحبت میکنم درباره کرونا در افغانستان و ما باز هم به ایران برگردیم مصطفی منصورپور مدیر کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران میگوید بارندگی های سال جاری نه تنها موجب شد سطح آب دریاچه ارومیه در شرایط خوبی قرار بگیرد بلکه طالاب های کشور که در پاییز تقریبا خشک شده بودند پر آب شدند در حال حاضر حجم آب دریاچه ارومیه به بالاترین حد در ده سال گذشته رسیده است در این باره آقای منصورپور میگوید که مساحت آب دریاچه ارومیه در سال جاری نسبت به اردی بهشت ماه دو سال پیش افزایش 50 درصدی دارد و صدهای اطراف این دریاچه نیز بیش از 90 درصد آبگیری داشتند این موضوع را با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در شهر تورین ایتالیا در میان گذاشتم نخست پرسیدم این بهبود وضعیت دریاچه ها و تالاب ها در ایران تا چه زمانی دوام خواهد آورد ببینید در موقعیت جغرافیایی مثل ایران که من منطقه خشک و خوش به حساب میاد خصوصا در فلات مرکزی ایران که های بیشتری وجود داشتن اکثرا ها به شکل فصلی هستند یعنی میتونه با بارش باران یا سیلا پراب بشه و باز دورایی حتی تا 80 درصد هم خشک بشه چیزی که اهمیت داره در حفظ این ها در واقع اینه که ما یه تعادل اکولوژیکی رو برای این طالبها حفظ بکنیم و شرایط قابل برگشت اونها رو همیشه در نظر داشته باشیم این هم خب طبیعتا با رعایت شرایطی مثل به حفظ حقابه طالاب ها کنترل حفر چاه غیرمجاز غیر مجاز و برداشت غیر مجاز از چاه و همینطور حوزه کشاورزی حوزه منابع طبیعی و مسئله فرسایش خاک مراتع که برمیگرده به پوشش گیاهی این اکوسیستم های تالاب ها در تمام این موارد قطعا اگر مدیریتی لحاظ نشه وضعیت این تالاب ها میتونه شرایط استیبلی نباشه اما در مورد تالاب های ایران در شرایط فعلی بعد از سیلی که ما از سال 97 98 و امسال امسال داشتیم خب تعداد زیادی از این تالاب شرایطشون بهتر شده اکوسیستم پرنده های مهاجر به اون برگشته منتهاش در وضعیت خیلی استیبلی نیست یعنی ما نمیتونیم بگیم که این برای شرایط

دقیقا و ما نمیتونیم بگیم که اینها برای شرایط در طول زمان وضعیتشون ثابت خواهد بود مثالاشم هم میتونم بهتون بگم مثلا در استان فارس بخش زیادی از طالاب ها اصلا غیر قابل برگشت هستن به خاطر حفر چای غیر مجاز و فرسایش خاک چون ما در استان مثلا فارس بالاترین نرخ فرسایش خاک رو داریم یا اینکه طالاب در استان اصفهان مثلا طالاب گاوخونی وضعیت اصلا اسفاری داره به خاطر شرایط برداشت آبی که در اون منطقه اتفاق افتاده و خوب خب خوشی که در اطرافش بوده و همینطور بخش زیادی از طالابها ها گرفتار ساخت و ساز صدها و مسیر رودخانه ها تغییر پیدا کرده که در واقع اونها دیگه نمیتونه تغذیه بکنه به این ترتیب خب شرایط در واقع تثبیت شده ای ندارن اغلب طالاب های ایران ولی بله به هر حال میشه گفت که این افزایش 50 درصدی که آقای منصور پور گفته یک خبر خوشی برای کشاورزان. ببینید خبر خوش من خیلی خوشحال میشم مطمئن باشید ما در صف مقدم مسرت از وضعیت بهبود وضعیت محیط زیست در ایران هستیم. حتی اگر این اتفاق بشه که طبیعی بیفته. ولی بهتر شدن شرایط کشاورزان تاثیر اکوسیستم تالابا بر زندگی بومیان و مسئله مهم حفظ وضعیت موجود که همون حیات متصل به تالاب و آبزیانی که در تالاب زندگی میکنن پرندگان موجود و همه اینها بستگی داره به اینکه ما چه مدیریتی رو اعمال بکنیم بر وضعیت موجود مثلا در حوزه کشاورزی الان بخش زیادی از کشاورزان همچنان محصولاتشون رو نمیتونن بفروشن یا اینکه وضعیت به اونها به لحاظ زهکشی به مدیریت آب تکنولوژی کشاورزی در شرایطی که هنوز با بالاترین بخش مصرفی آب در واقع درصدی که به کشاورزان میرسه هنوز وضعیت مشخصی ما در حوزه امنیت غذایی نداریم به این ترتیب حتماً که میتونیم خوشحال باشیم وقتی که شرایط محیط زیست رو به بهتر شدن بره منتهاش در این مسئله به نظر میرسه که مهمتر حفظ در واقع وضعیت موجود که در طول زمان روشن خواهد شد و تجربه نشون داده که ما از از اوتش بر نیومدیم در یه نمونه خیلی تازه بهتون بگم یه طرح حفاظت و مدیریت رودخانه‌های کشور مصوب شده که مثلا در همین طرح هم حتی ما شرایطی رو نتونستیم اعمال بکنیم برای حقابه رودها یا در مورد وضعیت آبهای مرزیمون مثلا در حوزه هیرمند و هامون هنوز به توافق روشنی با افغانستان نرسیدیم به این ترتیب خب بستی از طالاب هم که توضیح دادم که برای همیشه از دست دادیم مثل طالاب پریشان در واقع در استان فارس مثل طالاب گافمونی که واقعا بخش زیادیش غیر قابل برگشته یا مثل طالاب شادگان که خب چهار هزار نفر از اونجا مهاجرت کردن اولا اونها دیگه بر نخواهند گشت به اون طلاب بری زندگی به این ترتیب خب شرایط تو به نظر من تنها زمانی میتونیم بهش امیدوار باشیم که یه برنامه مدیریتی دقیق برای هر تالابی تعیین بشه و این امکانش هست برای اینکه ما اوضای محیط سازمانه بشه که استانی دارن کار میکنن و این خب کافیه که ما یه مدیریت منسجمی داشته باشیم و وزارت نیرو همکاری بکنه برای دادن حقا به شرکت نفت دست اندازی نکنه به تالاپای جنوبی کشور و به این ترتیب خب ما میشیم امیدوار باشیم که شرایط هورها تالاپا و خورهای جنوب ایران و مرکز ایران وضعیت بهتری داشته باشند. با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیز در شهر تورین ایتالیا صحبت میکردم و حالا با فریشی غازی در آتلانتای آمریکا ببینیم که روزنامه های صبح امروز تهران امروز رو چطور میبینند بررسی روزنامه های امروز تهران رو شروع میکنیم با روز کارگر و معلم زیر سایه کرونا از شرق به نام معلم از اعتماد و آیا کارگران فرزندان ناتنی هستند از آرمان ملی خب خانم قاضی دوازدهم اردیبهشت امسال هم روز کارگر هست و هم روز معلم در ایران و در این باره روزنامه شرق مطلبی داره که انتقاد کرده از برخوردهای به اصطلاحی که اونجا به کار برده میگه امنیتی با کارگران و آموزگاران در ایران در فقدان انجمنهای سنفی چی میگه ساله نیکبخت در این روزنامه حق تشکیل های سنفی و سندیکایی رو از اهم حقوق و آزادی های مدنی برای همه افراد جامعه به ویژه کارگران و معلمان دانسته و نوشته که در فقدان انجامن های سنفی و سندیکایی قدرتمند دفاع از حقوق کارگران و فریادهای کارگران و دادخواهی های اونها تحمل نمیشه و مدافعان حقوق اونها از دانشجویان و معلمان و کارگران و روزنامه نگاران صرفا به جهت مندی به گرامی داشت روز کارگر و مطالبه این حقوق با برخورد مواجه میشن. بنوشه آقای نیکبخ خواسته معلمان و کارگران به دلیل نبود تشکل های قدرتمند به صورت خودجوش در مناسبت های مثل روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان میرسه و انتظار به حق اینه که به این رفتارهای مدنی و قانونی با جنبه غیر امنیتی نگریسته نشه به همین مناسبت در دو مطلب بعدی جداگانه به وضعیت معلم ها و بعد کارگرها خواهیم پرداخت در روزمه اعتماد درباره معلم ها مطلبی داریم به نام معلم هست عنوان و مطلب میگه به خاطر کرونا مرکز آموزشی تعطیل شدن و زمان جنگ همچنین وضعیتی داشتیم ولی چرا درس نگرفتیم از اون زمان روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان به نام معلم دیدگاه معلمان و فعالان سنفی رو در آستانه روز معلم منتشر کردی که یکی از اونها زهرا علی اکبری هست که در این روزنامه نوشته که نظام آموزشی قبل از تعطیلی گسترده مدارس به دلیل شوی کرونا تجربی چنین تعطیلاتی رو در زمان جنگ داشته اما سوال این هستش که چرا با گذر زمان خودش رو برای ایامی مشابه آماده و مهیا نکرده به نوشته خانم علیاکبری با طولانی شدن تعطیلات مدارس و از اونجایی که رسانه ملی نتونسته به طور کامل خواسته های آموزش رو پوشش بده شبکه اختصاصی در فضای مجازی راه اندازی شده با این همه باید گفت از معلمانی که با وجود آموزش از رسانه ملی و از طریق نرم افزار شاد دانش آموزانی را آموزش میدن که نه تلویزیون نه گوشی و نه دیگر ابزارهای هوشمند برای برخورداری از آموزش های لازم را ندارن و واقعیت اینه که حالا از اونها تجدیل رو تقدیر میشه اما بیمهری ها و کم لطفی ها به جامعه معلمان و نظام آموزشی ادامه داره و باز نه از مجهز شدن مدارس به فناوری های نوین خبریه نه از فراگیری عدالت آموزشی و نه از بسترسازی مناسب برای آموزش مکمل آیا کارگران فرزندان ناتنی هستند این پرسشی است که روزنامه آرمان ملی مطرح کرده و در باری کارگرها این مطلب را نوشته و به ویژه دست موز کارگرها چه میگه ایران؟ فرامرز توفیقی در این روزنامه اشاره کرده به روز جهانی کارگر که به اعتقاد او در شرایطی از راه رسیده که تعیین دستمزد کارگران برای سال 99 فاصله زیادی با سبد حد اقلی معیشت خانوار داره و به دلیل عدم اجرای قانون کار فاصله میان دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشتی خانوار به بیش از 53 درصد رسیده. فشی قاضی بود با روزمای صبح امروز چاپ تهران پیام های شما هم اندک نیست که الان دقیقا فرصتش هست که بهشون بپردازیم شماره از اونها رو اینجا میخونم و بعدا اگه شد باز هم میخونم از فیسبوک از شهین میخونم درباره مشاور بهداشتی ارشد کاخ سفید نوشته که دکتر فاوچی نظریت علمی درستی دارد به عکس ترامپ به نظر شاهین افشین نوشته که خوشبختانه تمام تیم های تحقیقاتی پیشرفت های خوبی داشتند ولی متاسفانه حتی با پیدا کردن واکسن تولید انبوه واکسن زمان خیلی زیادی در بر خواهد داشت و ظاهرا 12 تا 18 ماه دیگر کرونا مهمان جهان خواهد بود مهمان ناخوانده که در واقع اونطور که افشین گفته بدترین مهمان ناخوانده هست غلام گفته که خواهش میکنم از رادیو بی بی سی که همانقدر که به دنبال خبرهای بد هستید به همان اندازه هم خبر خوش را دنبال کنید که امیدوارم خبر خوش بیشتر مورد دنبال کنند تا ما هم سراغشون رو بگیریم عبدالجبار نوشته که هیچ خبری از افغانستان نیست که اتفاقا داشتیم اگر عبدالجبار ما رو همراهی کردن شنیدن یوسف گفته که لطفا یک گزارش و آمار هم در مورد نکته های مثبت کرونا و قرنطینه بدین که مثلا چقدر از گازهای گلخانه ای یا سوخت ماشین ها پلاستیک کم شده و زمین داره نفس میکشه همش نگاه منفی هست به این موضوع که موضوع جالب هست و یک پیام کوتاه هم از تلگرام میخونم در حالی که میگه امید که در حالی که پیش بینی میشه بزرگترین و قویترین اقتصادهای جهان بر اثر کرونا دچار افت بی سابقه و یا حداقل کم سابقه بشن رهبر جمهوری اسلامی امسال رو سال جهش تولید اعلام کرده این همی که دیگه از معجزات ایشون هست سپاس فراوان از پیام هایی که میفرستیم خبرهای ورزشی رو با رویدادی آغاز کنیم که با لیاندرو پادووانی بازیکن برزیلی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران آغاز در واقع اتفاق افتاده که در یک حادثه دلخراش در زمین فوتبال آسیب دید و حالا نمیتونه به صورت عادی راه بره چه برسه به اینکه دنبال توپ بدوه پوریا جافره گذاشت میده بحث این بوده که نه فقط قرارداد او پرداخت بشه بلکه حتی یه کمکی بشه به بازیکنی که دیگه نمیتونه از طریق فوتبال امرار معاش بکنه ولی خب در این چند وقته اتفاقی که در استقلال افتاده اینه که مدیرعامل های مختلف اومدن و رفتن اونطور که خود پادوانی این بازیکن برزیلی میگه میگه که تا به حال همه وعده هایی که بهش دادن دروغ بوده و هیچ پولی دریافت نکرده از اون مبلغی که باید میگرفته و خب قاعدتا اگر که به او هم رسیدگی نشه که بازیکن واقعا محبوبی بود نه فقط در بین هواداران استقلال تو چند تیم دیگه ایران هم بازی کرده بود در تیم نفت هم خیلی عالی بازی کرده بود میشه گفتش که اون هم بعد در نهایت چاره رو در شکایت به فیفا ببینه و نامه سرگشاده هم یعنی به احمد سعادتمند مدیر عامل فعلی استقلال نوشته و گفته که امیدواره که بتونه زندگی خودش رو به یک طریقی با این مبلغی که به دست میاره اداره بکنه و در این روزهای کساد خبرهای ورزشی از لیگ های فوتبال اروپا اتفاق خبرهایی داریم الان بحث های زیادی مطرح هست بعد از اینکه لیگ فرانسه تعطیل شد که این چهار تا لیگ اصلی دیگه یعنی اسپانیا ایتالیا آلمان و انگلیس چجوری میتونن که برگردن و مسابقه ها رو از اول شروع بکنن که خب خیلی مشکلات زیادی هست یعنی الان بحث این شده که تست کرونا رو برای بازیکن‌ها به کار ببرن 20000 هزار تا تست اونجوری که تو آلمان به بامداد اسماعیلی خبرنگار ورزشی گفته بودن و اینکه میخوان در اواخر ماه می یعنی که اوایل خرداد ماه بازی ها رو شروع بکنند ولی بحث این 20 هزار تا تست اینه که چرا باید این تست ها در حالی که میتونن به آدم های مستحق تر برن برن به فوتبالیست ها جاهای دیگه میتونن مصرف کنن اونو توی انگلیس هم الان چندین تا مسئله هست یکی این که بالاخره هر مسابقه فوتبالی که برگزار میشه به خصوص در سطح اول حرفه ای احتیاج داره که یکی یا دو تا آمبولانس کنار زمین باشن واسه مصومیت ها و با توجه به اینکه الان آمبولانس ها در بریتانیا و بقیه جاها مشغول کار شدیدتر از عادی هستند و احتیاج هست بهشون آیا باید برن به زمین فوتبال تو زمین جای دیگه نمیشه ازشون استفاده کرد و بحث دیگه ای هم که مطرح شده این هست که مسابقه ها اگر که پشت درهای بسته برگزار بشن و بعد تماشاگرات وقتی که تیمشون برنده میشه یک جای جمع بشن اون یه دردسر اضافه واسه نیروهای پلیس که اونها هم خیلی بیشتر از حد معمول در حال فعالیت بودن در این مدت هم در ایتالیا هم در اسپانیا و هم در انگلستان و آلمان خب همه اینا مسئله هستش که باید بهش جواب داده بشه وگر نه واقعا میتونه تبعات شهیدی واسه فوتبال داشته باشه پیام های شما رحمت زاده که آمریکایی ها دارن در مورد خرید اسلحه از سایر کشورها توسط ایران ایران حراسی میکنند تا عرب ها از ترس ایران برای خرید اسلحه از آمریکا و اروپا تکا... به تکاپو بیفتن از نظر رحمت زاده میگه ایران نیازی به خرید اسلحه نداره چون خودش می سازه رو هیرکان میگه که فرق شما آقای پمپئو با روسیه یا چین چیه شما هم به و شازده بن سلمان سلاح می که سپاس فروان از همه شما که با ما هستید از طریق پیام هایی که میفرستید و حالا شاهد عینی این هفته که از رویدادهای مهم جهان میگه از قول شاهدان این رویدادها در شاهد عینی این هفته نگاهی میندازیم به داستان یکی از پیشگامان شبکه های اجتماعی در دوره‌ای که وصل بودن به شبکه های گسترده و امکان کار از خانه بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده می بینیم که چطور سایت شش درجه تلاش برای ایجاد یک رسانه اجتماعی رو آغاز کرد. بیایید به میانه دهه 90 سفر کنیم. وقتی این صدای وقت شدن به اینترنت بود. چند سالی از ابداع شبکه جهانی توسط تیم برنرز لی نگذشته بود. دریایی از امکانات جدید پیش روی انسان بود. نتسکیپ اولین جستجوگر شبکه رو ابدا کرده بود و کسب و کار شرکت‌های موسوم به دات کام تازه داشت رونق می‌گرفت. به نظر می it very much felt like the world was your دنیا دیگه در مشت ماست. هنوز همه آنلاین نبودن یا حتی ایمیل داشتن هم همه گیر نشده بود. اما این حس وجود داشت که کارهای مهم آینده در این عرصه خواهند بود. این صدای انروین ریچ یک کارآفرینه. On the web. Would you build a that عرصه بسیار گسترده بود. مهم این بود که شما می‌خواستید چه کاری انجام بدید. میخواستید مثلا یه بانک موثق اطلاعات ورزشی راه بندازید یا سایتی برای فروش کالا اندرو تعدادی از دوستانش ایده یه کسب و کار اینترنتی رو در سر داشتن من وکیل بودم و با یه نفر با سابقه بازاریابی و دو نفرم که برنامه نویسی بلد بودند جلسات مرتب هفتگی داشتیم تا ببینیم آیا میتونیم به ایده جدیدی برسیم یا نه اندرو ایده در زمینه ارتباطیابی یا نتورکینگ داشت. بعد که ایده او عملی شد، اون رو اینطور معرفی کرد. بگذارید صحبت رو با تئوری شش درجه شروع کنم. این تئوری میگه هر دو نفری در این دنیا در نهایت با شش واسطه به هم مربوط میشن. این به این معنیه که من از طریق دوست دوست دوستم خلاصه در نهایت با شش واسطه میتونم به بوریس یلتسین یا بیل کلینتون یا مایکل جوردن وصل بشم Clinton, Jordan, friends, friends, friends so networking networking, استدال من این بود که نتورکینگ که در واقع یافتن شبکه های ارتباطی پیش از اینترنت هم وجود داشته و قدمتی به اندازه تاریخ تمدن بشر داره وقتی کسی دنبال پزشک بوده و دوستی پزشک رو بهش معرفی میکرده در واقع داشته نتورکینگ کرده وقتی شما از طریق دوست مشترکی به یک نفر وصل میشید در واقع نوعی شبکه ارتباطی با یه واسطه درست کردید در اون دوره روی میز خیلی ها وسیله بود که به اون رولودکس میگفتند نامی که از ترکیب رول و ایندکس درست شده بود و به یه مجموعه رومیزی کارت ویزیت گفته میشد من فکر میکردم اگه مردم بتونن رولودکسشون رو آنلاین بگذارن میتونن با آشناهای مشترک هم آشنا بشن ایده اصلی پشت شش درجه این بود بنابراین درجه اول افرادی هستند که شما مستقیم میشناسید درجه دوم کسانی هستند که شما از طریق آشنایان درجه اول به آنها آشنا می شوید. در میان گروهی که همراه اندرو بودند قاعده این بود که اگر کسی حاضر می شد شغلش را برای کار بر روی ایده شما ترک کند می تواند شریک شما در آن ایده باشد. وقتی جمع ایده اندرو شنیدند هیچ کس حاضر نشد کارش را برای همکاری با اندرو ول کند. از کاری بیرون اومدن در اون موقع هم مثل حالا ترسناک بود. منم نتونستم کسی رو مجاب کنم برای همکاری با من شغلش رو ول کنه. اندرو اما به ایدهش باور داشت. I think there are In absence... من فکر کنم بعضی از پیشرفت‌ها اجتناب ناپذیرند. اگه بیل گیتس نبود، کامپیوترهای خانگی هیچ وقت ساخته نمی‌شدند یا اگه استیو جابز گوشی های هوشمند رو به بازار نفرستاده بود، الان گوشی هوشمند نداشتیم. این کارافرین ها سرعت این تغییرات رو بسیار بیشتر کردند. اما فکر میکنم اینا پیشرفت اجتناب ناپذیر بودند. من سعی می کردم این پیشرفت های اجتناب ناپذیر رو پیش بینی کنم و نقشی در اونها داشته باشم. And try to play where they will be. در آن زمان امکان چت کاربران در سایت های مختلفی وجود داشت اما آنچه ایده ای اندرو را متفاوت می کرد این بود که کاربران با توجه به پروفایلی که برای خودشان ساخته بودند به آدم های دیگری مرتبط می شدند او در ماه مه 1996 کمپانی مادری به نام مکروویو را تأسیس کرد و در ژانویه 1997 در ساختمان میخانهای در منحتن 6 درجه را افتتاح کرد The چالش ما ساختن یه جامعه مجازی و کنار هم قرار دادن افرادی که با هم مشابهت دارند خلاصه یعنی به هم میخورن. این سرویسیه که میتونه زندگی شما رو کارآمدتر بکنه. اما مثل وقتی که یه مجموعه اطلاعات تماس رو میخرید اگر چیزی به اون اضافه نکنید کل این ایده کارایش رو از دست میده. در همین مراسم افتتاح اعضای تیم انرو برای حاضران ایمیل هایی فرستادند و آنها را دعوت کردند به شش درجه ملحق شوند. It said, uh, Nikki, you as... مثلا در ایمیل من اومده بود که فرزن نیکی شما اندرو رو به عنوان همکار یا دوستش معرفی کرده شما اولا رابطتون رو با نیکی تایید می کنید و بعد اینکه کسان دیگری که فکر می کنید نیکی رو میشناسند میتونید به این فهرست اضافه کنید الان انقدر ایمیل همه شلوغه که همدیگر رو اسپم کنند. اما اون موقع دریافت یه پست مجازی اتفاق مسرت بخش بود اون شما دنبالش بودیم این بود که به واسطه حضور یه نفر بتونیم یک نفر یا دو نفر دیگر رو جذب کنیم همینطور یک نفر یک نفر اول پیش رفتیم تا کم کم اقبال به شبکه بیشتر شد چه گروهی مخاطب شما بودند یعنی اعضا بیشتر چه مشخصاتی داشتند ما در سر تا سر دنیا کار داشتیم. یادم رفته بودم سوئد و دیدم اونجا چقدر طرفدار داریم ما در واقع بازاریابی نداشتیم ما فقط به اولین کاربرانمون اجازه دادیم هر کس رو میخواند به شبکه دعوت کنن Other early adopters to participate. در شش درجه می توانستید شناسنامه یا پروفایل خودتان را درست کنید. پروفایل دیگران را ببینید یا به دوستانتان پیام بدهید. همینطور دنبال تعمیرکار یا لوله در نزدیکی منزلتان بگردید. اما یک چیز در شش درجه وجود نداشت و آن هم عکس کاربران بود. Imagine a social network with no pictures. یه شبکه اجتماعی بدون تصویر رو تجسم کنید در شش درجه از عکس پروفایل یا آلبوم عکس خبری نبود در اواخر دهه 90 مردم عکس دیجیتال از خودشون نداشتن بنابراین برای مصور کردن شبکه ما باید عکس های پرسونلی مردم رو با پست دریافت می کردیم بعد امکان اسکن و مربوط کردن هر عکس به یک پروفایل رو فراهم می کردیم که این نیاز به یک خط تولید داشت ما در اون موقع چنین امکانی نداشتیم To scan in photos and associate them with شش درجه بیش از سه میلیون کاربر with people's accounts. میلیارد ها کاربر داره. ما هیچ انقدر بزرگ نشدیم. <تصویح> به عنوان یک پیشکام، وقتی به رسانه های اجتماعی بسیار گسترده امروز نگاه میکنی چه احساسی داری؟ <تصویح> That's, a, that's a you know, سوال I... خوبیه. من مدت کارآفرین در زمینه استارتاپ هم. امروز تفکر غالب اینه که موفقیت اونها مدیون کار خودشونه اما من همیشه میگم وقتی شما کاری رو راه میندازید مثل موج سواری هستید که تخته موج سواری به پا داره و منتظر موجه علاوه بر مهارت موج سواری شما به موج های مساعد هم نیاز دارید، چیزی که خارج از قدرت شماست اندرو شش درجه را در انتهای 1999 به قیمت 125 میلیون دلار فروخت او خوش شانس بود چون اندکی بعد آنچه به حباب شرکت های دات کام معروف شده بود ترکید و صدها شرکت ورشکسته شدند. در اون زمان من چنین تغییرات اساسی در استفاده از رسانه های اجتماعی رو نمیتونستم پیش بینی کنم. مثلا اینکه زمانی میرسه که هر کسی میتونه تصاویر دیجیتال رو به راحتی آپلود کنه یا از اون مهمتر این دسترسی پرسرعت و به نسبت ارزون به اینترنت برای همگان امکان پذیر میشه من چنین روزی رو نمیدیدم وگرنه دوست داشتم در اون کار هنوز فعال بودم سایت شش درجه در دسامبر سال 2000 فعالیتش را متوقف کرد اندرو وینریچ از آن زمان به عنوان کارآفرین در زمینه های مختلف از تحلیل داده و کارزارهای سیاسی تا ساخت و ساز فعال بوده. و خب، با پایان شاید عینی شاید پایان این ساعت از چشم بامدادی بام بودیم به همراه فرج بالافکن و مای ادلی من داریش رجبیان از همراهی تک تک شما سپاس گذارم.